سلام. مدت هاست که ما توی این چنل پرونده هایی که توی کشور خودمون اتفاق افتادن رو بررسی نکردیم. دلیلش هم اینه که وقتی راجع به این پرونده ها تحقیق میکنیم، هر خبرگزاری یه جور متفاوت خبر رو گزارش کرده. این باعث میشه که نتونیم به اطلاعات مطمئن باشیم و خب در نتیجه اطلاعات دقیقی رو هم نمیتونیم به شما منتقل بکنیم. به خاطر همین یه مدت طولانی از این پرونده ها دوری کردیم. اما حالا تصمیم گرفتیم پرونده های عجیبی که تو کشور خودمون اتفاق میفته و خبرگزاری ها راجبش خبرکار میکنن رو خیلی کوتاه بهتون معرفی بکنیم. عموماً این پرونده ها به نتیجه دقیق نرسیدن، حکم هاشون مشخص نیست و جنایت های تازه. با ما همراه باشید. ماجرایی که میخوام امروز تعریف کنم برمیگرده به آخرین روزهای سال 1401 توی اسفند ماه که در مشهد یک خبر همه رو شوکه میکنه. داستان از اونجای شروع میشه که یک آقای 65 ساله با نام اختصاری ره توی یک آپارتمان 4 طبقه زندگی میکرده. داستان از اونجای شروع شده که یکی از همسایه ها با دختر این آقای ره تماس میگیره و میگه که چارچوب پایین در خونه پدرت شکسته. اگر ممکنه بیا و این رو تعمیر کن. داریم به تعطیلات عید نزدیک میشیم و این رو تعمیر بکنید. این رو در نظر داشته باشید که دختر خانواده چند روزی بوده که از پدرش و برادرش اطلاعی نداشته. میاد به خونه پدرش، در رو باز میکنه، میره تو و با یک صحنه هولناک روبرو میشه. پدرش غرق خون وسط خونه کشته شده. کنارش دو چاقوی میوه خوری و یک چاقوی اره‌ای با دسته پلاستیکی وجود داره. نه تنها پدرش کشته شده که سینه‌اش رو هم شکافتن. بلافاصله به پلیس زنگ میزنه، مامورای پلیس میان، جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی و با دیدن صحنه جرم اولین مظنون به نظر پلیس پسر گمشده مقتول بوده. سریعاً حکم بازداشتش صادر میشه و قرار میشه که دنبالش بگردن. تو بررسی های پزشکی قانونی مشخص میشه که نه تنها اعضای داخلی بدن مقتول رو بیرون آوردن، قلبش هم به شکل کامل گم شده. مقتول قلب نداشته. خب این خیلی نشونه ترسناکی برای پلیس بوده، اما چیز زیادی نمیگذره که علی اصغر، پسر مجرد و 39 ساله مقتول که باهاش توی اون خونه زندگی میکرده و حالا مفقود شده بوده، پیدا میشه. اون رو دستگیر میکنن و به اداره پلیس میارن. شروع به بازجویی ازش میکنن و خیلی زود اعتراف میکنه. چیزی که وجود داره توی این پرونده اینه که اعترافاتش عجیبه. میگه که من فکر میکردم که زندگی ما رو طلسم کردن، پدرم رو طلسم کردن. اول حدس میزدم که طلسم به دستشه، پس با چاقو به دستش حمله کردم، ولی بعد فهمیدم که بابام طلسم رو خورده. به خاطر همین هم بدنش رو شکافتم تا طلسم رو از بدنش در بیارم. وقتی که پلیس بهش میگه که قلب پدرت گم شده، میگه که من میدونستم که طلسم افتاده توی قلب پدرم، قلب رو برداشتم، بردم روی پشت بوم و کامل خوردمش. خیلی پرونده عجیبیه. قاتل رو برای بررسی‌های بیشتر مشکلات روانی منتقل کردن به زیر نظر متخصص و میخوان ببینن که آیا زمانی که قتل رو انجام داده توی حالت عادی بوده یا نه، کنترلی روی رفتارش داشته یا نه. ولی خب این یکی از عجیب‌ترین پرونده‌هایی بود که من توی این چند وقت خوندم. نظر شما درباره این پرونده چیه؟ خوشحال میشم نظرتون رو زیر این ویدیوی کوتاه ببینم.